تفسیر قرآن کریم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. اللهم صل على محمد و آل محمد. الهی انتقدی بالهدا و الهمن التقوى. سر سفره قرآن آیه به آیه تلاوت میشه. هر آیه چند دقیقه ما تفسیر میگیم. به جزء 19 رسیدیم و سوره فرقان آیه 44. این آیه 44 را بشنوید. ام تحسب ان اکثرهم یسمعون او یعقلون ان هم الا کالانعام بل هم اضل سبیلا. ای پیغمبر، تو گمان میکنی که اکثر کفار که حق را میشنوند در برابر اون می اندیشن؟ ابدا، حق را می شنوند اما فکر نمی کنند. این هم الا کالانعام، اینا جز چارپا موجود دیگه نیستن، بل هم اول، از چارپا هم منحرفترن. خب اول که قرآن میگه که اکثر هم، اکثر اینای دارن، یعنی تو همیشه آدم های کفار جمعی هستن که لجباز نیستن، اگر حق را بفهمن عمل میکنن. پس همه مردم را در وقت انتقاد، همه را با یه نگاه نکنید. افراد منحرف دو دستن، افراد منحرف لجوج که صد تا دلیل بیاری لجاجت میکنه و انگر و کل آیتن یعرضو، هر معجزه هم ببینید اعراض میکنن و یقولو سحر و مستمر، میگه این سحره. اما افرادی مثلا منحرفن اما منطق بشنوند برمیگردن. اکثر اینها لجوازن، فکر میکنه اکثر اینها گوش میدن، او یعقلون، حرف گوش میدن، تعقل میکنن، ابدای تو نیست. خب چرا قرآن گفته بل هم ازل، اینا از گاو بدترن؟ به خاطری که حیبون نمیتونه بیش از اون چه هست باشه. مثلا تخم هندونه فوقش میدونه هندونه باشه، تخم خربزه فوقش میدونه خربزه باشه، ولی انسان تا بی نهایت میدونه پیش بره. این ظرفیت انسان محدود نیست رشدش، یا این ظرفیت رو داره دست میده. گاو ظرفیتش همین مقداره، کسی یه لیوان آب دور میزه، یه کسی همه آب اقیانوسا رو تلف میکنه. فاسد کردن یه لیوان آب با فاسد کردن آب اقیانوس فرق میکنه. ظرفیت بزرگ انسان داره، پس چون ظرفیت بزرگی رو له میکنه. خب دوم، حیوان عقل نداره تا خوب بده بفهمه حق و باطل بشنسه، ولی انسان منحرف عقل داره ولی زیر پا میذاره. پس یک، ظرفیت انسان از حیوان بیشتره. دو، عقل انسان ربطی به حیوان نداره. سوم، حیوان یه غریزه داره، دنبال نفس خودشه، ولی انسان گاهی وقتا هم نفس خودش هم هوس مردم میخواد، هم به هوس خودش برسه، هوس خانمش، هوس رفیقش، هوس بچهش. یعنی حیوان اونی که غریزشه عمل میکنه، اما انسان غیر از غرایز گاهی دنبال اشباع غرایز دیگران هم هست. چهارم، انسان منحرف کج میره و انحراف خودش هم توجیه میکنه. خیلی مهمه، یه چیزی دروغ میگه، یه چیزی هم دروغ میگه و هم میگه من باید دروغ بگم، توجیه میکنه دروغ گفتن خودشو. انسان چون عقل داره غلط خودشو توجیه میکنه. پنجم، حیوان نسبت به کسی که به اون محبت میکنه رامه. سگ به غریبا میپره ولی به خود چوپون و به خود صاحب خونه کار نداره، ولی انسان به چیزی هم که بهش محبت کرده مثل خدا نسبت به اونم سرکشی میکنه. انا الذی اسیت جبار از سماع، یعنی من انسان اینطوره. ششم، حیوانات تسبیح آگاهانه دارن، کلون قد علم صلاته و تسبیح، اما انسان منحرف اصل اهل ذکر و تسبیح نیست، سبحان الله نمیگه. خب بنابراین ظرفیت بزرگ از دست داد، از عقلش استفاده نکرد، غیر از هوس و غریزه خودش به غرایز دیگران هم توجه داشت و تسبیح آگاهانه نداره. نسبت به کسی که محبت هم کرده بی‌اعتنایی میکنه. یعنی انسان ها هستن مثلا به پدرشون پرخاش میکنن، به مادرشون پرخاش میکنن. خب حیوان به او کسی که بهش علف داده پرخاش نمیکنه،
ولی انسان میبینی به او کسی هم که مثل پدر و مادر، استاد، معلم پرخاش میکنه. حالا مثنوی هم یک شعری داره که خداوند سه رقم آدم آفرید، یه گروهی فقط عقلن مثل ملائکه، یه گروه فقط غریزه هن مثل حیوان، یه موجود هم آفرید که هم عقل داره هم غریزه. اگر تابع عقلش بود از فرشته برتره، اگر تابع غریزهش بود از حیوان برتره. آدمی زاده طرف معجونیست که از فرشته سرشته و ز حیوان، گر رود سوی این شود به از این، و رود روی آن سوی آن شود پس از آن. خب انسان باید یا تابع پیغمبر درونیش باشه یا پیغمبر بیرونی. پیغمبر درونی عقل، پیغمبر بیرونی انبیان. اینها هیچ کدوم میفرماد که ام تحسب و ان اکثر هم یسمعون، شما فکر کنید اکثر اینا گوش به پیغمبر بیرونی میدن، او یعقلون، یعنی نه تابع عقلن که منطق بپذیرن نه تابع وحی. خب نپذیرفتن دعوت انبیا بیخردیست، چون انبیا رو محاسبه مثلا خبر از قیامت میدن. حالا شما اگر گوش ندی بیخردی، چطور؟ بنده اگر گوش ندم بیخردم، چطور؟ ببینید یک کسی میاد میگه که توی جاده 200 کیلومتری که میخواد بروید مثلا ممکنه یخبندونم باشه، ممکنه دوزم باشه، ممکنه مثلا آبم تو را پیدا نکنید. حالا یه خبری به آدم میده، یه آدم ناشناس هم یه همچه خبری به راننده میده. این راننده اگر عاقل باشه یه چند لیتر آب با خودش بر میداره، یه گالون آب، یه چماقی برای سگ، یه کلتی برای دوز، یه زنجیری که اگر تو یخ گیر کرد، یه جکی زافاتی بر میداره. ما میریم. حالا اگر این تو راه هیچ خطری نبود و نیازی نبود، خب چیزی نیست. حالا ما این همه مسافر توی اتوبوسن، حالا یه زنجیر و یه آفتابه و یه نایلون و یه نم جک و زافات هم بردم، اگر خطر نبود ضرری نکرده. اما اگر این آقا که گفت تو راه نیاز دارید، راننده خندید و قهقه متلک گفت و دست خالی رفت، اگر تو راه نیاز بود این راننده چه خاکی تو سرش خواد که مسافرات به چه بدبختی گرفتار میشن؟ عقل میگه وقتی یک کسی میگه خطره احتیاط کن. پیغمبران میگن قیامتیه. شما در کل عمرت 70 سال یه مکه برو، در سال 12 ماه یه ماه نهارت غروب بخور، روزه بگیر، اصلا قیامتی نباشه. یک کسی که در سال 30 روز نهار شخم انداخته و در عمرش یه مکه رفته، گیره ما قیامت نباشه چه ضرری کرده؟ این خانم 60 کیلو، حالا یه نیم کیلو 200 کرده، من یه روسری سر کرد. اگر قیامتی نباشه این خانمی که خودش حفظ کرد چه ضرری کرده؟ اما اگر قیامت بود که به 1001 دلیل هست، او آدمی که نه حجاب، نه نماز، نه حج، نه کمک به فقرا، چه خود کرد؟ عقل میگه باید هر وقت انبیا گفتن، حتی یه آدم عادی هم یه حرف زد، عقل میگه احتیاط کن. یه بچه اومد گفت آقا مار رفت تو خونه، یه بچه هم احتیاط کن. حالا اگر هم دروغم بود که بچه خیال که ماره، اگر هم دروغم بود ضرر نکرده، اما اگر راست گفت ما چه خب؟ عقل میگه با دنبال انبیا برویم. خب آیه 44 هم تمام. خدای تو به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق بده تابع عقل و منطق و تابع وحی و ندای انبیا باشیم، روز قیامت شرمنده و اهل حسرت نباشیم. و السلام علیکم و رحمت الله.